بازی با نارگل خوش اومده. برنامه امروز ما طرز تهیه بامیه هست. بامیه یکی از شیرینی‌های پرطرفدار ایرانی هستش که معمولاً در ماه مبارک رمضان افطار و سحر ازش استفاده می‌کنن و جزء شیرینی‌های سرخ‌گردنی هستش. مواد مورد نیاز برای بامیه: یک پیمانه آرد نیاز داریم که بهتر آرد قنادی باشه، 1.5 پیمانه آب، 25 گرم کره یا 1 قاشق غذاخوری سرپر، 2 قاشق غذاخوری عسل یا شکر یا شربت بار نیاز داریم، حدوداً 3 تا تخم مرغ می‌خوایم، 1/2 قاشق چایخوری بگیم پودر و 1/4 قاشق چایخوری وانیل نیاز داریم و برای شربت بامیه 2 پیمانه شکر، 1 پیمانه آب و 1 قاشق غذاخوری گلوکز که اگه نباشه مشکل ایجاد نمیکنه ولی رو کیفیت بامیه خیلی تاثیر داره. 3 قاشق غذاخوری گلاب، 1 قاشق غذاخوری آب لیمو یا جوهر لیمو، 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده و 1/2 قاشق چایخوری پودر هل. اول میام شربت بامیه رو آماده میکنیم. شکر رو داخل ظرف بریزیم، آب رو هم بهش اضافه میکنیم و روی حرارت ملایم قرار میدیم تا اینکه شکر کامل داخل آب حل بشه. زیاد هم در این مرحله به هم نمیزنیم. زمانی که شکر داره داخل آب حل میشه، یه قلم برمیداریم، آغشته میکنیم به آب لیموی آب، اطراف رو تمیز میکنیم که شربت شکرک نزنه. شکر که کامل حل شد و 5-6 دقیقه که جوشید، گلوکز رو اضافه میکنیم و خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. بعد از اون آب لیمو هل زعفران دم کرده و گلاب رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم با حرارت بالا حدود 10 دقیقه بجوشه تا یه مقدار غلظت پیدا بکنه. شربت نه زیاد غلیظ و نه زیاد رقیق باید باشه. به این شکل کافیه. شربت آماده شد. کنار میذاریم و میریم بامیه ها رو درست بکنیم. برای آماده کردن بامیه آرد و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط میکنیم و الک میکنیم. برای آماده کردن بامیه آب و کره رو با هم مخلوط میکنیم و روی حرارت قرار میدیم و منتظر میمونیم تا کره ذوب بشه. البته توی این مرحله عسل یا شربت بار یا اگر شکر میخوایم اضافه بکنیم در این مرحله میتونیم اضافه بکنیم. کره که ذوب شد و آب که کاملا داغ هستش، میایم آرد رو یک باره اضافه میکنیم و شروع میکنیم مرتب به هم زدن تا آرد گوله نشه. مرتب هم میزنیم، حتی اگر آبش هم کشیده شد اکتفا نمی کنیم. مرتب خمیر رو باز و بسته می کنیم، دیگه
آبی داخلش باقی نمونه. خمیر بامیه تقریبا آماده شد، از روی حرارت بر میداریم و اجازه میدیم تا کمی سرد بشه. خمیر کمی که سرد شد، ولی نباید کامل سرد بشه، یه مقدار باید حرارتش رو انگشتامون احساس بکنیم. داخل یه ظرف میریزیم، وانیل رو بهش اضافه میکنیم و با هم کمی میزنیم. کمی که با هم زن زدیم، تخم مرغ رو دونه دونه اضافه میکنیم، یه دفعه اضافه نمیکنیم، یه دونه اضافه میکنیم. دوباره کمی با هم زن، دو تا تخم مرغ رو به تدریج زدیم. تخم مرغ سوم رو داخل یه ظرف میشکنیم، مخلوط میکنیم، کل تخم مرغ رو نمیریزیم، نصف تخم مرغ براش کافیه. بعد با همزن میزنیم، انقدر به هم میزنیم تا اینکه خمیر به پره ها بچسبه و خمیر حالت چسبناک پیدا بکنه به این شکل. مقداری روغن توی ظرف میریزیم و روی حرارت قرار میدیم. حرارت باید خیلی ملایم باشه و شعله به شکل سوزنی باشه. خمیر بامیه رو داخل قیف میریزیم. ماسورش باید شکوفه‌ای باشه و به این شکل یه قیچی برمیداریم، داخل روغن میزنیم. به تدریج تمام خمیرها رو، اندازش بستگی به خودتون داره، ولی بهتره 1.5 تا 2 سانت باشه. بهتره تا جایی که جا داره بامیه ها رو داخل ظرفمون بریزیم، چون بار دوم که میخوایم از این روغن استفاده بکنیم داخلش چون تخم مرغ داره کپ میکنه روغن، بنابراین باید روغن رو عوض بکنیم. فقط یک بار میتونیم از این روغن استفاده بکنیم. ابتدا بامیه ها رو دست نمیزنیم، بعد که یه مقدار خودشون رو گرفتن یکی دو بار زیر رو میکنیم که به یک اندازه سرخ بشن. بعد از اینکه بامیه ها طلایی شدن، ابتدا داخل صافی میریزیم تا روغن اضافیشون گرفته بشه و بعد از اون داخل شهد میریزیم. 2-3 دقیقه میذاریم توی شهد باقی بمونه. چند دقیقه که داخل شهد مون، میریزیم داخل صافی تا شهد اضافهش گرفته بشه. شیرینی بامیه آماده شد. امیدوارم شما هم این بامیه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشید ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.